آقای زاهدی، سوالی که اینجا مطرحه اینه که داشتیم الان میگفتیم این همه سال نقض حقوق بشر بود در ایران، چگونه شد که الان به این نقطه رسید؟ البنظرم علاوه بر پارامتر قیام مردم ایران و اینکه با این رأی بالا در واقع این قطعنامه و تمدید ماموریت تصویب شد. بله، خب یک بحث در واقع خود تشکیل این کمیسیون و قطعنامه‌ای که در روز 3 آذر سال 1602 تصویب شد، 1601 تصویب شد، یکی اون قطعنامه است که خب مقدار روش صحبت کردیم، ولی یکی دیگه این قطعنامه جدیدی هست که در واقع تمدید ماموریت کمیسیون حقیقت‌یاب بود و گزارشگر ویژه حقوق بشر که خواهرمون خوب توضیح دادن به نظرم تو گزارشی دادن در از همون محل پردوناسیون، همون به اصطلاح جلوی سازمان ملل توی ژنو، به نظرم که رژیم در واقع چه تلاشایی کرد و چه به اصطلاح چه به قول معروف ترفندی رو میخواست به کار بره برای اینکه مانع این بشه. ولی خب این که خواهرمون که اول صحبت کردن سیمین نوری هم گفتن که به اصطلاح این سازمان های غیر دولتی مشورتی و غیر مشورتی متعدد رو فعال کردیم و اینها در واقع خواستار به اصطلاح تمدید شدن، ولی یک اکتی که صورت گرفت که به نظر من این اکت در سازمان ملل جز اکت های بی نظیره در سازمان ملل، اون این هست که این انجمن در واقع دفاع از قربانیان قتل عام سال 68 یک بیانیه رو چرخون. در واقع این انجمنی هست که رئیسش طاهر بومدراس و بسیار فعال در عرصه حقوق بشر. طاهر بومدرام که خب میدونید در واقع شخصیت شناخته شده هست که در واقع شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، کارشناس بحث اعدام شخصا و تو این زمینه تحقیقاتش رو کرده، بعد خب یک مقام بالای سازمان ملل داشت، مسئول حقوق بشر عراق بود در زمانی که عراق در واقع در بحران عظیمی قرار گرفته بود بعد از توی وضعیت جدیدی که بعد از 2003 ایجاد شد، و به طور خاصم که مسئول پرونده اشرف بود، اشرف یک در عراق، و به خاطر در واقع روی کرده غلط سازمان ملل به طور مشخص و اونچه که در اونجا میگذشت علیه اشرف، در واقع در اعتراض به این استعفا کرد. خب این در واقع این آدم با این سابقه، با این تاریخچه، با این صلاحیت، با این کفایت در واقع این انجمن رو درست کرده و الان فعال هست و داره کار میکنه. این در واقع فراخوانی داد به گزارشگران ویژه حقوق بشر، چه گزارشگران کنونی و چه گزارشگران سابق، و اینها همه در واقع به کمک شتافتند به این بیانیه‌ای رو امضا کردن که این بیانیه فکر کنم بسیار بسیار تأثیر داشت در این تحول. دو روز قبل از رأی گیری مجمع شورای حقوق بشر در تاریخ 2 آوریل، چون رأی گیری برای تمدید ماموریت، دقیقاً در رأی گیری برای جلسه اجلاسی که تشکیل شد برای بررسی تمدید ماموریت و تصویب کرد تمدید ماموریت رو در روز 4 آوریل صورت انجام شد. این نامه در واقع نامه سرگشاده در 2 آوریل به تمام کشورهای عضو شورای حقوق بشر ارسال شد. حالا این نامه به نظرم نامه بسیار مهمیه. این نامه رو 77 شخصیت حقوق بشری امضا کردن. فرصت نیست که به همش پردازیم، من یک به اصطلاح محورهای از اون رو میگم. مثلا با این شروع کردن، ببینید میگه ما امضا کنندگان گزارشگران فعلی و سابق سازمان ملل متحد. من فکر میکنم بی‌نظیره چنین چیزی. گزارشگران ویژه و کمیسرها و کارشناسان نهادهای تحقیقاتی تحت نظارت سازمان ملل متحد قویاً از تجدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و ماموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنیم. خب این حرف از طرف آدمایی که چهره‌های بسیار سرشناس حقوق بشر در سطح جهان هستن گفتنش حرف ساده‌ای نیست. بعد توی این خب به اصطلاح به نامه نسبت مفصلیه به مقولات مختلف در نقض حقوق بشر و طور مشخص در به گزارش خود همین گزارش ما بهش اشاره کردیم، به موادی به این از این گزارش هم پرداختن، ولی یک به اصطلاح یک بند این نامه رو من میخونم. باز میگن همونطور که توسط گزارش ویژه در مورد حقوق بشر در ایران در یک جلسه حسابرسی جامعه مدنی که توسط عدالت برای قربانیان قتل عام 68 در ایران، یعنی همین خود همین ارگان،
در ژنو در 15 فوریه 2024 برگزار شد، تصریح گردید اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری 1988 جنایت مداوم علیه بشریت است. یعنی در واقع استناد میکنه به سخنرانی آقای جاوید رحمان در جلسه ای که خود این ارگان برگزار کرده، در ژنو برگزار کرده. بحثش هم موضوع چی بوده؟ موضوع قتل عام بوده و این که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امروز در اون جلسه گفته است که جنایت قتل عام 67 ادامه دارد و ادامه دار است. خب پس بنابراین این آدم ها با این موضع در واقع این نامه رو امضا کردند. حالا آخرش هم گفتن که وقت آن است که جنایات جاری در ایران رو به چالش بکشیم. با توجه به کار تعیین کننده گزارشگر ویژه در مورد ایران و کمیسیون حقیقت‌یاب، ما از کشورهای عضو شورای حقوق بشر می‌خواهیم که به این قطعنامه شماره فوراً، همین قطعنامه‌ای که بعداً تصویب شد، رأی مثبت بدهند و هر دو مأموریت را برای یک دوره یک ساله تمدید کنند. به این سوالات هم جواب داده، دوره این بعدی هم یک سال است. حالا اینا کیان؟ من اگر اجازه بدین این 77 رو مثلا چند تاشو بخونم که کیا هستن و امضا کردن. نصری میگم، یکی پروفسور فابیان ساریولی، گزارشگر فعلی و سازمان ملل متحد در مورد حقیقت، عدالت و غرامت، همین الان گزارشگر. کلمنت وول از توگو، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حق گردهمایی و ارتباط مسالمت‌آمیز. این آدم اصلا موضوع کارش همینه که میگه حق گردهمایی مسالمت‌آمیز وجود داره، پس ما برای این حق نداشتن که مردم اینجوری سرکوب کنن. خب این آدم همین الان مسئول همین کاره، همین امضا کرده. دکتر ماتیو گیلت، رئیس گزارشکنان کارگروه ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه، همین الان گزارشگر ویژه در مورد بازداشت‌های خودسرانه است، پس موضوع کارش همین آدمایی که دستگیر شدن به صورت خودسرانه. باز دکتر یانا یودگیوسکا از اوکراین، معاون اون آغاز قبلا امضا کرده بود، معاون رئیس کارگروه بازداشت خودکرانه سازمان ملل. من دیگه از بعضیش میگذرم. دکتر آگنس کالامار، شاید این شخص رو شما به ذهنتون بیاد کیه، این گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدام‌های فراغذایی و خودسرانه بود تا سال 2001، الان دبیرکل عفو بیرون ملل. خب این امضا. پروفسور احمد شهید که گزارشگر سابق حقوق بشر در ایران بوده، در این حال وزیر امور خارجه مالدیو بوده، در این حال در سازمان ملل سمت‌های دیگه هم داشته. پروفسور منفرد نواک، گزارشگر سابق ملل متحد درباره شکنجه، بعد دبیر کل مجمع جهانی حقوق بشر هم بوده این آقا. پروفسور خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل باز در مورد شکنجه، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در پیشگیری از نسل کشی، اینا سابقن. رئیس سابق کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، همین الان هم هست رئیس کمیسیون بین‌المللی حقوقدانانه. عرض شود که مارزوکی دارسومان از اندونزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی، در مورد رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در میانمار و همینجور رئیس هیئت کارشناسان دبیر سازمان ملل در سریلانکا در و قبلا هم داستان کل کشور اندونزی بوده. اندونزی کشور بزرگ دنیاست. حالا پروفسور مایکل لینک، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین، قبلا چندین عضو از چندین به اصطلاح گزارشگران سابق سازمان ملل در مورد فلسطین هم این چیز رو امضا کنندگان هستند. اداما دینگ، این آدم بسیار مهمیه، کارشناس مستقل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در هایتی، معاون دبیرکل ملل متحد و مشاور ویژه دبیرکل در جلوگیری از نسل‌کشی. بعد و و و و باز هم از این شخصیت ها پروفسور ویرام شیباس که بهش میگن خدای نسل‌کشی، در واقع این رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد درگیری های غزه بوده در سال 2014 و در این حال همجور گفتم کارشناس برجسترین، شاید کارشناس حقوقی در زمینه نسل‌کشیه. ریچارد گلدستون، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد باز درگیری غزه در سال 2009 و 2010 و همین در همین ردیف در واقع
و در واقع این تاثیرگذار بوده، یعنی یک عامل بسیار مهمی بوده به نظر شما و طبعا همینطور بوده در تمدید ماموریت. دقیقاً اگر بخوام بسیار یک جمعی بزنم، 13 گزارشگر ویژه کنونی سازمان ملل، سه رئیس و عضو کمیسیون تحقیقی سازمان ملل، رئیس کنونی عفو میرون ملل همجور گفتم و آقای احمد شهید که به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران بود، همه اینا امضا کردن. این نامه دو روز قبل از رأی گیری شورای حقوق بشر به دست همه کشورهای عضو رسیده. بله، با تشکر از شما و توضیحاتتون، شخصیتایی که واقعا هر یک دونشون بسیار مهم بودن و طبعا در سازمان ملل هم محتوای نظر اینها کاملا قابل استناد، همه آدمایی که اونجا هستن نمی‌شناسن اون دونه. گوش میکنیم به صحبت خانم شهناز فلاح از کانادا در باره بحث. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری، سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر سنابرق زاهدی که سلام بر شما در واقع پرچم حقوق بشر دکتر کاظم رجبی رو به دوش خودتون میکشیم با تیمتون تا اینکه واقعا رهایی خلق قهرمان ایران محقق بشه و تا اینکه تمام دنیا بفهمه که چه بر سر مردم ایران اومد. الان شما داشتین اشاره میکردین به خیلی از مسائل، در یک قسمت فرمودید که شاید یه مقداری خسته کننده باشه، ولی در واقع من که الان نشستم خیلی با دقت دارم گوش میکردم به فرمایشات شما، به گزارش شما، به تحقیقات شما، شدیداً تحت تاثیر این همه کار مقاومت قرار گرفتم و یاد صحبت‌های خواهر مریم افتادم که گفتن که اگر هر جایی که ذره‌ای عدالت باشه در واقع حق پیروزه و این حق حق خلق ما هستش. البته اینجا اجازه بدیم به کانونهای شورشی، به مردم ایران تبریک بگم به خاطر این عملیات خیلی بزرگ قدرتمند امروزشون که در واقع با داشتن جونشون کف دستشون در کف خیابانهای ایران با این رژیم ضد بشر برای احقاق حقوق حقه مردم ایران دارن مبارزه میکنن و مشعل رهایی رو تو دستاشون دارن. درود به تمام کسانی که در این سالها زحمت کشیدن و باعث در واقع تهیه این گزارش ها شدن، برای اینکه اگر مقاومت نبود معلوم نبود چه بر سر این همه ظلمی که به مردم ایران شد میشد. یعنی فکر نمی‌کنم کسی دیگه‌ای بود در این وسط که دلشون به حال مردم ایران اینطوری بسوزه که 550 صفحه 1000 صفحه گزارش، کمیسیون‌های مختلف، افراد مختلف، اساتید مختلف، از اون طرف شما فرمودین 78 تا گزارشگر که خواهان در واقع این شدن که این گروه در واقع حقیقت یاب به کارشون ادامه بدن و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای جاوید رحمان به کار خودشون ادامه بدن و این با تلاش های شما و مقاومت بود که تونستش که به ثمر بشینه، وگرنه وقتی که در پنجم اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل این تمدید خواسته شد، همونجور که شما فرمودین جز جزش رو، من خودم واقعا اطلاع دقیق از این جزئیاتش نداشتم، الان یه مقدار بیشتر به قول معروف در این قرار گرفتم و مطمئنم که میلیون ها نفرم که دارن صدای شما رو میشنون براشون بسیار تازگی داشت که این همه تلاشی که شما کردین در مقابل در جلویت رژیم که به قول معروف میخره، پول میده، با ارعاب، با وحشت، با شانتاج میخواستش که این میز رو برگردونه که البته به ضرر خودش تموم شد و به نفع خلق مردم، خلق قهرمان ایران شد، که این سندهایی هستش که سندهای تاریخیه
یعنی در واقع مربوط به خلق ایران هم نخواهد بود. اسناد بین المللی هستش که در آینده بیشتر باز خواهد شد و در اختیار خیلی ها میتونه قرار بگیره که با استناد به این وحشیگری هایی که رژیم کرده بر علیه دیکتاتوری‌های دیگه هم برن به قول معروف قدم بردارن. همینطور که راهگشایی کرده برای ما که در یک قسمتی شما فرمودید که گفتن این کاری که در خارج باید انجام بشه، یعنی در صحنه بین المللی باید انجام بشه که به عهده همین سازمان شورا و اشرف نشانان و کسانی که دلشون برای رهایی میتپه هستش که اگر کسانی هستن که نقض حقوق بشر مرتکب شدن یا بیرون، بایستی که حواسمون باشه که اینها رو ما گزارششون رو بدیم و بخواهیم که حتما این افراد دادگاهی بشن، چون که دستشون به خون آغشته است. یعنی به این آسونی ها نمیتونن از زیر کرده های خودشون فرار کنن یا جایی برای این نمیذاره. و من میخواستم باز اشاره بکنم که بعد از اینکه این تصویب شد، نماینده ایسلند خیلی قشنگ اومد گفتش که نقض حقوق بشر یه چیز متداومه، در ایران همینجوری ادامه داره و 800 تایی که در واقع رژیم کشت، خیلی از اینها کودکانی بودن که دستگیر شدن و این کودکان رو هم رژیم اعدام کرد، یعنی زیر سن بودن. همونطور که شما فرمودین که در ده ها یا صد ها یا هزاران کودک 10 ساله 11-12 ساله مثل خود فاطمه مصباح، مثل مریم قدسی مآب و خیلی های دیگه که این رژیم اونها رو کشته، ولی این اشاره میکنه در همین 1 ساله و اونجایی که اشاره میکنه که در واقع 360 خورده سند فقط در مورد همین یک دوران قیام 1 ساله رو میگه، 401 رو داره میگه. فقط شما ببینین این رو اگر بخواهیم اشاعه بدیم این سندها رو به جرمهای از سال 60، قتل‌های زنجیره‌ای و اعدامهای دست جمعی و همچنین سال 67 و همچنین کسانی رو که چون میگه کسایی بودن که آرم نبودن، کسایی بودن که دست خالی بودن، که شامل حال کسایی که در لیبرتی بودن، در اشرف بودن، مجاهدین خلق، که اونجوری واقعا وحشیانه بهشون حمله کردن و شهیدشون کردن، در واقع این شامل حال اونها اگر بخواد بشه، این سندها، این مستندها، این کتابها خودش کتابخانه هایی خواهد بود. و من البته پیشنهاد میکنم که حتما این برنامه بسیار برنامه بسیار بسیار با ارزشی هست که واقعا نشون میده که این مقاومت لحظه لحظه عمرش، حرکتش، رهبریش فقط برای آزادی مردم ایران بدون چشم داشتی داره چقدر کار میکنه. 24 ساعت واقعا کمه، خیلی بیشتر از این تو 24 ساعت 48 ساعت داره واقعا کار میکنه و این بایستی که در دست عموم قرار بگیره و تکرار بشه و به صورت لینک در اختیار همه قرار بگیره که واقعا به همه جا ما بفرستیمش بدیم و به عنوان یک سند، به عنوان یک مدرک در دست خود ما باشه که وقتی داریم میریم هر کاری که میکنیم، یعنی به طور جمعی با یارانمون هر جا که میریم، در کشورهای مختلف که داریم کار میکنیم برای حقوق بشر، برای احقاق حقوق مردم، ما بتونیم از این اسناد استفاده کنیم، چه به لحاظ لینکش باشه، چه به لحاظ کتابش باشه، چه به لحاظ جزواتش باشه، چون بخشهای خیلی زیادی داره و بسیار به تفصیل شما اونها رو باز کردین و خیلی ممنون. میخواستم به اینم اشاره بکنم که خود آقای جاوید رحمان هم
وقتی که این تصویب شد گفتن که خیلی خوشحال هستن که میتونن کارشون رو ادامه بدن، که صدای میلیون ها ایرانی باشن که تحت ستم و ظلم قرار گرفتن. دستتون درد نکنه، واقعا دست مریضات. درود بر شما، ممنونم از وقتی که به من دادین. تشکر میکنم که شرکت کردین در برنامه و نکات جالبی رو روش دست گذاشتین، هم از گزارشی که داده شده بود و هم درباره فعالیت مقاومت و همطور اشرف نشان ها مثل خودتون. تشکر میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار. ممنونم. مرسی. خدا نگهدار. آقای زاهدی، وقت خیلی کمی تا پایان برنامه داریم. میخواستم اگر در انتها خودتون نکته ای دارید درباره گزارشی که داده شده و به طور خاص درباره تمدید ماموریت کمیسیون حقیقت یا بفرمایید. بله، بحث که خب خیلی زیاده، ولی اگر اجازه بدین من نکته‌ای که خواهرمون خواهر شهناز فلاح گفتن، یک نکته‌ای گفتن به نظرم نکته هم قابل توجهه و درسته، در این حال با اون چیزی که امروز اتفاق افتادم خیلی خوب میخونه. به این اتفاق چی افتاد امروز؟ چند هفته پیش خب این کمیسیون تمدید شده، اونم دارن کارشون میکنن و دارن میرن جلو. ما هم با تمام قوا در واقع در تلاشیم که مسئله حقوق بشر رو به گوش جهان برسونیم، رژیم محکوم بکنیم و این کارمون بوده تا این دهه ها کردیم و بازم خواهیم کرد. ولی اتفاقی که امروز افتاد این بود که یک تعدادی که در ایران امروز صبح اعدام کردن، کانونهای شورشی بعدش عملیات کردن، پاسخش دادن. به نظرم این همزمانی اینا با هم دیگه یک جوری به هم میخوره. اینا حالا این برنامه امروز شد، وسطش هم این خبر همین حرفی بود که الان خواهر شهناز هم گفت. به نظرم این حرف درسته. راه حل فکر کنم اگر اشتباه نکنم خلیل هم همین حرف رو زده بود، یک نفری به هر حال از این برادران و خواهران گفتن که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی، در رژیم ولایت فقیه، در دیکتاتوری مذهبی، راه حل پایان دادن به نقض حقوق بشر پایان دادن به خود رژیمه، چون رژیم مساس با نقض حقوق بشر. وقتی ما میگیم که نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی سیستماتیک، معنیش همینه، یعنی که تا هست حقوق بشر نقض میشه، اصلا وجود این رژیم یعنی نقض حقوق بشر. پس بنابراین تنها راه چیزیشه و بعد راهش هم که خب این راهی که امروز نشون دادن. بنابراین من فکر کنم این میتونه پایان بحثایی باشه کردیم. البته خیلی خوبه تمدید گزارشگر، عالیه واقعا. هرچند خود آقای جاوید رحمان دورش تموم شده، فکر کنم یک ماه بیشتر نیست، بعد آقای تنی نفری رو به استرا انتخاب میکنه شورای حقوق بشر. اما کمیسیون حقوقی فعلا یک سال تمدید شده که خیلی خوبه، اون کارشو ادامه بده. آقای جاوید رحمان عوض میشه، ولی گزارشگر ویژه حقوق بشر کارشو ادامه میده. گزارشگر حقوق بشر یک فردی رو انتخاب خواهند کرد، چون دوره دورش تموم شده در واقع به واسطه زمانی. ولی به هر حال این نبرد ادامه دارد و ولی نبرد اصلی باز همچنان باید تاکید کرد اینه که باید با بله در هر دو سمت باید در واقع ادامه پیدا کنه و این نشون داد که پس خیلی کار دیگه هم میشه کرد. تشکر میکنیم از شما آقای زاهدی و همطور تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که شرکت کردید در این برنامه، صحبتاتون و نظراتتون شنیدیم و همه هموطنان و بینندگان عزیزی که برنامه رو دنبال کردید. خدا نگهدارتون تا برنامه‌های بعدی.